کودک ها و نوجوانان عزیز سلام، امیدوار هستم در کمال سعادتمندی باشین با خانواده عزیزتان. باز هم نوبت خواندن یک قصه دیگر رسیده و ما این قصه را که زرد کجاست که مقصدش است از رنگ زرد براتان میخوانم. اول بین ببینیم که این کتاب کی نشته کرده و کی برگردان کرده و بعد از او میریم سر اصل داستان. خب قسمی که پیشتر گفتم نام کتاب از زرد کجاست؟ این کتاب براین کانگان نشته کرده و نگارگر یا نقاش هم نوگین تایگوک بیچ است. کتابخانه درخت دانش این کتاب به زبان فارسی برگردان کرده و سنجر سحیل کار ترجمانی و برگردانندگی زیرا گرفته و خواندن متن ما عبدالرحیم پروانی برتان انجام میدم. امیدوار هستم داستان خوشتان به گوش کنید. بود و نبود یک نقاش بود، یک نقاش بسیار ماهر. این نقاش رنگای مختلف و زیادی در خانه داشت. یکی از روزا رنگ زرد این نقاش طرف دوستای خود سیل کرد و به دوستای خود گفت من نمیخوام با شما یک جای نقاشی شوم، من نمیخوام کوچک و زشت به نظر بیایم. اما بود که رنگ زرد رفت خود یک جای پد کرد، از دیگر دوستاش خود جدا کرد. روزا تیر شد، یک روز نقاش تصمیم گرفت تا بهترین نقاشی خود به تمام کودکای دنیا رسامی کنه. نقاش کار خود شروع میکنه، درخت ها را با رنگ جگری نقاشی میکنه، اما چرت میزنه یک چیزی کم است. میگه یک چیزی کم است، چی کم است فکر میکنه. بعد از او درخت ها را برگ داره، برگاش نقاش همراه رنگ سبز نقاشی میکنه، بازم طرف رسامی خود سعی میکنه، میبینه که یک چیز کم است، باز فکر میکنه که چی کم است. باز برسه میگیره، آسمان رسم میکنه و رنگش آبی میسازه، اما بازم فکر میکنه که یک چیز کم است، باز شرط میزنه که چی کم است. نقاش بعد از او فکر کرد، غنچه های رسم میکنه که دالش گفتن هستن، رنگایشان سرخ و گلابی میسازه، اما سر از او هم میبینه که یک چیز کم است، چرت میزنه بازم که چی کم است. نقاش رنگ مخملی میکشه، رنگ لیموی را با سبز رسم میکنه و نیز خرگوش های سفید رنگ برفی را رسم میکنه، فیل های خاکی رنگ نقاشی میکنه، اما سر از او هم فکر میکنه که یک چیز کم است. شما چی فکر میکنی؟ چی کم است؟ نقاش هم فکر میکنه، بالاخره طرف میره و طرف میره، پنجره را باز میکنه، به بیرون نگاه میکنه. او یک دفعه در فکرش میه که چی کم است. آله میفهمه، میفهمه که آفتاب رسم نکده، آفتاب کم است، باید رسم آفتاب بکشه. وقتی کی فکر در ذهن نقاش میه، یک دفعه میگه زرد زرد، او زرد. نقاش به رنگ زرد نیاز داره تا بتانه افتاب نقاشی کنه، اما نمی آفه رنگ زرده. شما می فهمید رنگ زرده کجا پد شده؟ خب شما هم نمی فهمی، نقاش هم نمی فهم، اما نقاش جستجو می کنه، هر جای جستجو می کنه زرد را پیدا کردن همی تانه. حال چی اتفاقی برای بهترین نقاشی تمام کودکای جان رخ می ده؟ چی باید کرد؟ نقاش می خواهی که یک نقاشی بسیار زیبا رسم بکنه و تمام کودکای دنیا، اما رنگ زرد گم است، چی باید بکنه نقاش؟ از اون طرف رنگ زرد هم دقارده خود یک جا یک پت کرده، تنها دور از دوستایش نه؟ امروی خودش فکر میکنه و فکر میکنه، بعد از سر خود از جایی که خود پت کرده از پنهانگاه خود بیرون میکنه و زمزمه میکنه، من اینجا هستم. به نقاش میگه من اینجا هستم، حالا میتونی آفتاب نقاشی کنی، اما باید وعده کنی که از من بسیار کم استفاده کنی. نقاش خنده میکنه، قبول میکنه، حالا مطمئن است که میتونه بهترین نقاشی را به تمام کودکای دنیا نقاشی کنه. ببینین نقش خود تمام کرده، شما را خوشتان می آید؟ خب کودک عزیزی بود داستانک، خدا کنه خوشتان آمده باشه. یک چیزی که بسیار مهم است، بسیار مهم است این است که ما همیشه فکر کنیم که از دیگرا باید خود جدا نکنیم. در اجتماع زندگی میکنیم، در خانواده زندگی میکنیم، ما همه ما و شما جز یک خانواده هستیم و پس آن جز یک اجتماع هستیم و پس آن جز یک کشور هستیم و جز از دنیا هستیم و انسان ها دمی اجتماعی بودن و در بین اجتماع بودن آفریده شده که همونطور زندگی بکنه
شما هم نمیتونین که خود از دیگر را جدا بگیرین، باید ده همه کارا کت همه گیسین باشین، کمک کنین، مثلا کت پدر جان، مادر جان، خواهرایتان، برادرایتان، همسنفیایتان، دوستایتان، یک جا بازی بکنین، یک جا کار بکنین، یک جا درس بخوانین، کارخانگی های خود بکنین، یعنی زندگی است و روال زندگی. خب خدا کنه داستان خوشتان آمده باشه، تا داستانه که بعدی شما را به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگارتان بخیر.